دانیال سلام. سلام، خوب هستی؟ خوبی دانیال؟ سلام، خوبی؟ حالت چطوره؟ من خوبم، بگو برو سر اصل مطلب. میگم این برای وقتی که میذاری برای گفتگو، اگه یه کاری بکنی حتی کسی حداقل یه ربعی صحبت کنه، مثلا خیلی طول نگیشه و بذار فرصت برابر باشه و این فرصت ایجاد کنی، به نظرم خیلی خوبه. شاید یه موقع، یعنی الان من بیشتر بر اساس این تصمیم میگیرم که چقدر وقت بذارم، بر اساس اینکه آیا تکراری داره میشه حرفمون یا نه. چند تا نکته رو صحبت کردیم و چند نفر وایسادن. من اگه ببینم فقط مثلا دو نفر وایسادن ممکنه یه وقت بیشتر بذارم، اگه ببینم مثلا 5 نفر وایسادن ممکنه وقت کمتر بذارم. نمیتونم تعیین کنم یه قانون برای همیشه که چقدر وقت بذاریم برای هر کسی. خب ممکنه عوض شه. آره خب واسه تجربه تو این زمینه حالا بیشتر از من، حالا گفتم یه پیشنهادی بدم که یه جورایی همه بتونن فرصت برابر داشته باشن، چون خودت واقعا خیلی وقت میذاری. من دیدم مثلا 3 ساعت بیشتر حالا وقت میذاری. خب حالا برم سر اصل مطلب. خواستم یه مقداری راجع به باز دین و علم و این مسئله اینجوری صحبت کنم که حالا شاید خیلی به بحث مربوط نباشه، بعد سوالا رو یکی یکی میگم که حساب هم وقت بشه شما جواب بدی هم بررسی کنید. اولیش این که طبق به این حساب نظریه تکامل یا فرگشت یا دگرگونی هر اسم دیگه میذاریم، چجوری انسان ها حساب باهوش شدن؟ چون خیلی ها این نظریه میان میگن که مثلا توی قسمت فرونتال مغز رو به جلوی پیشانی یه مقدار با خوردن گوشت پخته اگه اشتباه نکنم باعث شد بیشتر رشد کنه و این بیشتر تفکر انجام بدن و خلاصه این که به اینجا که ما الان رسیدیم برسن. یعنی یکی این، حالا چند تا مسئله دیگه هم بود. ما اصلا اینم تو اگه اطلاعی داری در این زمینه من دارم صحبت کنی. چجوری تکامل باعث شد که ما باهوشتر شیم؟ بله. من که طالب نشم ربطی داشته باشه با خوردن گوشت پخته. چیزایی که من شنیدم، ببینید البته من الان نباید در نظر بگیری برای اینکه آیا چی درسته. نه فقط نظرت رو میخوام بدونم. خب آره، البته منم نظرم نظر خودم نیست، چیزایی که فقط مطالعه کردمه. خب یعنی من وقتی یه چیزی که اینقدر علمی هست و چیزی که اینقدر علمی هست رو دارم صحبت میکنم، اینا باید حواسمون باشه چیزهایی نیست که ما مثلا بتونیم بشینیم فکر کنیم و به یه نتیجه برسیم بر اساس نظر خودمون رو بگیم. یعنی نظر شخصی ما اینجا هست. کاملا باید موافقم. درست. بله. خب چیزایی که من خوندم، خب که نمیدونم تا چه حد درسته یا نه، به نظر میرسه که اولا این موضوعی هست که خود کسایی که توی زیست و کار تکامل کار میکنن با هم اختلاف نظر دارن. خب و این یه چیزی هم هست که روش هنوز دارن کار میکنن، چون به نظر میرسه که خیلی از قابلیت هایی که ما داریم سخت براش توجیهش که چرا انقدر ما لازم بود هوشمند بشیم. خب یعنی اینقدر قابلیت مغزی آیا واقعا برای یک مثلا انسان قارنشین واقعا لازم بود؟ شما اگه نگاه کنیم، ما الان مغزی که داریم، ما تونستیم باهاش مثلا بریم کره ماه، تونستیم ببینیم که مثلا توی یک ثانیه اول این وجود اومدن این جهان چه اتفاقاتی افتاده، اصلا چیزهایی که مثلا این که اصلا تونستیم بفهمیم که ماده میتونه به انرژی تبدیل بشه. یعنی چه مغزی، چه انسان قارنشین واقعا چرا یه همچین مغز رو لازم داشته که اینقدر قابلیت داشته باشه الان؟ خب چون مغزمون که از اون موقع که از ژنتیکی که عوض نشده، خب همون مغزه تقریبا. خب برای که حالا، ولی یکی از توجیه هایی که میشه این که ما خودآگاهی، خب نه خودآگاهی، خیشتن آگاهی، خب و شناختن هویت، خب و شناختن اراده، شناختن هویت توی حیوانات دیگه، انسان‌های دیگه و بقیه حیوان‌ها و ارتباط برقرار کردن با انسان‌های دیگه بر این اساس که ما این رو در نظر بگیریم که این حیوان دیگه هم خودش هویتی داره و خیشتن آگاهه و با یک هدفی داره
یه کارایی رو انجام میده. خب ایجنسی به انگلیسی به فارسی چی میشه؟ آژانس فکر کنم میشه، نمیدونم آژانس تعریف درسته. یک آژانس آژانسی داره، نمیدونم اینو درست دارم میگم یا نه، ایجنسی داره. خب و محاسباتی که ما بخوایم بکنیم که انسان‌های دیگه و حیوان‌های دیگه کارهایی رو که دارن میکنن بر اساس یک هدفه و بر اساس مثل خود ما، و بیایم محاسبه بکنیم که خب پس چجوری ما میتونیم با اینا ارتباط برقرار کنیم، دوستی کنیم، همکاری کنیم یا دشمنی بکنیم و جلوشون رو بگیریم، دفاع کنیم از خودمون، از همدیگه نگهداری بکنیم یا از هم با همدیگه دشمنی بکنیم. به نظر میرسید که ممکنه محاسبات این و قابلیت این کار برای مغز انقدر محاسبات زیادی لازم داره، و اینکه یک انسان یک حیوان اجتماعی بشه و خودش رو توی یک جامعه در نظر بگیره و خودش رو توی یک قبیله در نظر بگیره و رابطه خودش رو با انسان‌های دیگه در نظر بگیره، ممکنه این انقدر پیچیده باشه، یعنی پیچیدگی اینو در حدی هست که ما هنوز متوجهش نشدیم، و این انقدر پیچیده باشه که این مغز ما رو احتیاج داشته باشه. خب و از نظر تکاملی کاربرد این برای یک انسان انقدر بالا بوده. شما نگاه کنید انسان توی قبیله، انسان جامعه گرا، این هویتش بیشتر از همه چیزهای دیگه، از همه حیوانات دیگه جداش کرده و تونسته موفقش بکنه، تونسته بر طبیعت تسلطی داشته باشه که بقیه حیوانات نداشته باشن، و این بهش یک برتری داد که بتونه بقای بیشتری پیدا بکنه. خب و این محاسبات انقدر پیچیده بود که اون مغز ما رو لازم داشته. ببینید شما وقتی در این دربه تکامل نگاه میکنید باید دنبال کاربرد بگردید. اینجوری نیست که مثلا یه اتفاقی تو طبیعت میفته باعث میشه مغز ما، نمیدونم شما داشتین میگفتین گوشت پخته و اینا، اینجوری نیست که مثلا یک چیزی باعث شده که مغز ما بزرگتر بشه یا باهوشتر بشه، چون هر اتفاقی که برای ما توی طول حیاتمون میفته این قرار نیست که به نسل بعدی برسه. میدونیم مزرم چیه، من نمیدونم حالا شما منظورتون چی بود از این. بله منظور شما رو متوجهم، اتفاقا توضیحاتی که دادی توضیحات جامع و مفیدی بود، ولی من حساب میدونم که طبیعت یا حساب تکامل اینجوری کار نمیکنه که یه روند خطی باشه و هدف خاصی داشته باشه و صرفا هر اتفاقی میفته در جهت حساب بقای در محیطه. ولی اینا رو منم رجوعش مطالعه کردم. سوال بیشتر اینجا بود که چه اتفاقی توی این محیط افتاد که یک انسانی که ما الان میشناسیم، خب به قول گفتنی یه حیوانی بود مثل بقیه حیوانات در همون حد و در همون شعور و فلان، و دیوهوی به حساب خیشتن آگاهی حالا به قول شما به اصطلاح شما رسید و تونست به این پیشرفت عظیم و این مسائلی که میدونیم برسه. و اون مسئله که راجع به گوشت این مسئله گفتم، این حالا علمی تر بود، من چون خیلی ساده سازی کردم شاید اینجوری به نظر رسید. میگفتش که وقتی این به حساب گوشت اگه پخته باشه بخوری انرژی بیشتری آزاد میکنه و انرژی بیشتری داره و بعد دیگه نمیدونم این باعث رشد. خلاصه یک مقداری هم طولانی میشد، گفتم این یه نظره. نظرات دیگه شما دانیال میتونه همه اینا با هم باشه. من نمیدونم میتونه چون چند علت اینا خیلی چند علتی هست، یعنی حتی اگه این چیزی که من گفتم درست باشه که نمیدونم درسته نه، ممکنه برای اینکه این اتفاق بیفته یک سری محدودیت هایی برای انسان تو طبیعت باید از بین میرفته که اصلا این قابلیت اینم وجود داشته باشه. خب مثلا یعنی حتی اگه این کار به خاطر این اتفاق افتاده به خاطر اینکه کاربردش اونجا بوده، ممکن بود حتی اگه کاربردش هم اینجا بود اتفاق نمی افتاد، اگه مثلا انسان یه جوری مثلا دسترسی به انرژی بیشتر برای مثلا رشد و تولید مثل پیدا نمی کرد که بتونه هزینه رو از یه جا کمتر بده که اینجا جا داشته باشه برای دادن هزینه به این. اینو نظرم چیه؟ یعنی که حتی مثلا انسان جاهایی که زندگی میکرد احتیاج نداشت رو چهار دست و پا باشه، دست که تونست رو دوتا پا وایسه و دستاش آزاد شد، این هم میتونست روی این موضوع مثلا خیلی تأثیر داشته باشه، من که چون دستاش دیگه آزاد بود که یه سری کارهای دیگه بکنه، این هم میتونه روی این موضوع خیلی تأثیر داشته باشه. همه اینا اینجوری تکامل خیلی چیز پیچیده ایه، تکلتی ممکن نباشه. همه درست البته که خیلی هم دارن در زبان هم خیلی دریم آریا هم داره در باره زبان صحبت میکنه. بله زبان هم خیلی اتفاقا برمیگرده به همون چیزی که من گفتم، انسان یک حیوان جامعه گرایی بود که نه تنها میخواست رابطه برقرار کنه با انسانهای دیگه، اصلا شروع کرد به زبان سازی. این خودش قابلیت
فهمیدن زبان یک حیوان یا انسان دیگه و ارتباط برقرارش کردن انقدر چیز پیچیده‌ای هست، انقدر برای ما ساده است که ما فکر می‌کنیم این پیچیده نیست. خب یعنی انقدر برای ما یاد گرفتن زبان و صحبت کردن با هم انقدر چیز ساده ایش هست که نمی‌فهمیم چقدر این چیز پیچیده و چقدر چیز عجیبیه که یک مغز تونسته به اینجا به جایی برسه که قابلیت صحبت کردن و ارتباط با هم فکر کرده بود. یه نکته دیگه ای هم هست، میگم مثلا ثابت های جهانی و نمیدونم چی و چی و چی و بخواییم حساب کنیم، مثل این میمونه که مثلا 1,000,000 تاس بندازیم همشون 6 بیادش، این هم فهم کنم شنیده باشی و این احتمالش نمیدونم از نظر نه. ریاضی کمه و راست نمیگه، بس نمیدونم حتما باید نه. یک حساب طراحی باشه از این حرفا. حالا بعضی ها تو جواب گفتن مثل این میمونه که ما 1,000 تا تاس رو میدازیم اون 6 مورد نظرمون به حال 200ش میاد، بعد اون 200 رو میذاریم کنار از مثلا اون باقی مونده ای که برامون مونده میندازیم بعد اونها 6 میادش، اینجوری طبیعت کار میکنه، نه اینکه همون دفعه اول 6 بیاد. یک این نکته است. ببین نظر شما چیه؟ ببینید ما مثلا میگه این جهانی که الان داریم مثلا اینی که مثلا دو تا تاس رو مثلا بی نهایت مثلا 1,000 بار مینداختیم همیشه 6 میاد. خب من میگم که هر چی خب هر جور دیگه ای هم میومد دقیقاً مثلا همون میشد. خب یعنی ما اگه این تاس رو 1,000 بار مینداختیم و همش 6 نمی اومد و چیزای دیگه می اومد، بعد از این 1,000 بار این پترنی رو که اومده احتمال اون دقیقاً به اندازه همون خواهد بود که هر بار که مینداختیم 6 می اومد. میدونی منظورم چیه؟ یعنی مثلا فرض کن تاسو مثلا دو تا تاسو 5 بار ما بندازیم، بار اول جفت 6 بیاد، بار دوم جفت 6 بیاد، بار سوم جفت 6 بیاد، بار چهارم هم جفت 6 بیاد، بار پنجم هم جفت 6 بیاد. خب ولی بعد یه بار دیگه اینو امتحان کنیم، یه تاسو مثلا 5 دو تا تاسو 5 رو بندازیم، بار اول 1 و 2 بیاد، بار اول 1 و 4 بیاد، بار دوم 2 و 3 بیاد، بار 5 بار چهارم 4 و 4 و 1 بیاد، بار آخرم 2 و 2 بیاد. خب این احتمال این چیزی که من گفتم دقیقاً اندازه اینه که همش جفتش همش 6 اومد، یعنی این احتمالی که دقیقاً این اتفاق بیفته خب یک روی همون عددیه که جفتش همیشه 6 بیاد. میدونی منظورم چیه دانیا؟ یعنی برای همین برای جهان هم همینه. یعنی منظور چی بودش؟ یکم قاطی شد متوجه نشدم. خب ببین هم مثلا من خلاصه ترش میکنم یه بار بگم. خب احتمالی که من یه تاسه بندازم جفتش 6 بیاد چقدره؟ 1/6 ضرب در 1/6 درسته؟ میشه 1/36. بله بله. آره خب ولی دو جفت 6 بیاد به نظر ما چیز عجیبیه. خب ولی اگه احتمالی که مثلا یه تاسو من یه بار بندازم ولی یک بار دو تا تاسو یه بار بندازم و یکیش 2 بیاد یکی 4 بیاد، خب 2 و 4 احتمال این چقدره؟ 36 2 و 4 اولیش تاس اول 2 بیاد، باید بگم تاس اول و تاس دوم که این درست باشه، تاس اول 2 بیاد تاس دوم 4 بیاد، احتمال این چقدره؟ میشه همون دیگه، میشه 1/6 ضرب در 1/6 میشه 1/36. آره همونه دیگه. به عددش کاری خب نداریم. درسته دقیقا. خب برای همینم من میگم حالا اینو 5 بار منداز همش همش جفت 6 بیاد، خب هر 5 بار احتمال این دقیقا همونیه که هر پترن دیگه هم بیاد تو 5 باری که بندازی احتمال اون اینکه همه 6 بیاد با اون یکی همونه، ولی بعضیش برای ما عجیبه بعضیش برای ما عجیب نیست. خب ولی احتمالش فرق نمیکنه. این جهانی هم که الان ما داریم مثلا کسایی که خدا باوره میگن نگاه کن احتمالی که همه چی اینجوری بیاد خیلی کمه. خب ولی خب اگه یه جهان دیگه میگرفتیم که این نبود او احتمال اونم همون کم بود. میدونی چرا؟ چه کلاً هرچی میشد احتمالش کم بود. دقیقه هر چیز دیگه ای بغیر از این بود احتمال اونم 1/ همون عدد قبلیه. چجوری بگم، مثل حکایت همون غار علی صدر هسته که میگن خیلی مثلا ببین چقدر زیبایی داره چقدر پیچیدگی داره چی چی چی، ولی اون همونجوری از اول بوده، بخوام عین اونو یه جا پیاده کنیم که خیلی پیچیدگی داره و خیلی مهندسی داره. یعنی چجوری بگم، بار اولی که اینو میشه برای به وجود اومدن جهان اینو گفت، میگم تو یکی از مناظرات این حرفو زدی مثلا گفتش که این جهان مثلا چجوری واسه یک انفجار نمیدونم چه چیزی اومده،
حالا یکی اینکه میشه گفتش که قوانین ما در اون لحظه اعتباری نداشته، اینو میشه گفت. یکی دیگه هم اینو میشه گفتش که این قوانین بنیادی حالا به اون شکل گرفتن، به اون چیزایی که شکل گرفتن بقیه چیزها رو به وجود آوردن، مثلا قوانین بنیادی و اینا. مثلا منظورم متوجهی فکر میکنم درسته؟ بعد بله همون شده ببین مثلا یه شابلونی که بقیه چیزها رو به وجود آورده. حالا اینجا ممکنه دقیقا که بگه که خب اون قوانین اولیه رو کی به وجود آورده و چجوری اینجوری شده؟ فکر میکنم تو اونجا دیگه ته پاسخی که بتونی بدی اینه که خب همینجوری به وجود اومدن، ممکن بود جور دیگه اون به وجود بیان، قوانین اما اون جور دیگه اون قوانین اولیه هم اگه یه چیز بفرما. دیگه به وجود می اومدن، اون قوانین اولیه هم اگه یه چیز دیگه می شدن، اون موقع هم اینا ممکن بود یه موجود دیگه بودن توی یه جهان دیگه، می گفتن چرا این قوانین اولیه چرا اینجوری به وجود اومد. اصلا اینا اصلا ما اصلا نمی دونیم، ممکنه ما بی نهایت تا جهان دیگه الان داشته باشیم که قوانین اولیهش چیز دیگه باشه، ما چه می دونیم؟ آره، نظریه خب جهانهای موازی و جهان آره نمیدونم مجازی، آره خیلی نظریات مختلفی وجود داره. به آره اینم درست. میشه. بعد مرسی دانیل جان. نه من باید برم سراغ کسای دیگه. دیگه میخوای دوباره بیا بالا بعد از نه اینکه نه من من بقیه رو صحبتم تموم شد و خیلی هم خوشحالم وقت گذاشتی، چیزای مرسی مفیدی یاد گرفتم، من میذارم مفید بوده باشه. فعلا خدا نگهدار، بدرود. ممنون فعلا خداحافظ.